اما روی دستگاهی که شما میخواید کلاستر روش داشته باشید، خب تنظیمات برای این سیستم یه مقدار پیچیده تره. شما میتونید یکی از دو عنوان Quick Cluster with Services یا Services and Cluster Controls رو انتخاب بکنید. من خودم با این دومیه یه مقدار راحت ترم و نتیجه بهتری رو ازش گرفتم. من Reset Services رو هم میزنم که یه چیزی قبلا توی این دستگاه بوده پاک بشه و ریست بشه. توی قسمت Advanced هم تنظیمات درسته، نیاز به کار دیگه ای ندارم و از اینجا استارت شیرینگ رو هم روی این سیستم میزنم. خب تا اینجاش که اتفاقات خیلی به خوبی پیش رفته. این کلید قفل هم میزنم که دیگه تنظیمات هم احیانا به هم نریزه. اما میایم سراغ اپلیکیشن کو ادمینستریتور. اگر شما تنظیماتتون رو توی تمام دستگاه ها درست انجام داده باشید، توی کو ادمینستریتور تمامشون لیست میشن و اینجا دیده میشن. البته با یک نکته بسیار ظریف و کوچیک که من متاسفانه اول کو ادمینستریتور باید خدمتتون میگفتم و اونم اینه که شما بیاید توی پریفرنسز آی پی های اونها رو اینجا وارد بکنید. شما هم میتونید یه رنج اینجا وارد کنید. مثلا شما اگه آی پی دستگاه هاتون من اینجا نشون بدم از 192.168 یک مثلا به بالا باشه، مثلا 1, 2, 3, 4 حالا الی آخر، اینجا میتونید یه رنج رو وارد بکنید. مثلا اگه میخواد یه 20 دستگاه با هم وارد بشه که از مثلا 192.168 1 تا 192.168 1 مثلا 20 یا 25 که حالا 25 دستگاه میشه. ولی اگه تکه مثل مورد ما، اینجا یه اسم براش انتخاب میکنید که مثلا برای ما مک بوک بود، البته AMB بود که امیرز مک بوک بود و آی پی آدرسش هم که حالا اینجا 192.168.1.2 بود و بعدش اینجا اد هاست رو میزنید. شما خود دستگاه اصلیتون هم حتما باید اینجا اد بکنید اگر میبینید که اینجا لیست نمیشه. مثلا دستگاه هاست ما یا دستگاه مرکزی ما اینجا خود کینگه، ولی اگر اینجا دیده نمیشد من بعد از اینجا اضافه میکردمش. خب هنوز هم ما هیچ کار خاصی حداقل توی ایجاد کلاستر انجام ندادیم. برای درست کردن کلاستر شما باید دستگاهی رو که میخواید کلیک بکنید، درگ بکنید، بکشید اینجا، یک شخص رو که اینجا و یک کامپیوتر رو که اینجا کینگ انتخاب بکنید به عنوان کنترلرش و اسمم برای کلاستر اون چیزی بذارید که خودتون دوست دارید. مثلا من اینجا امیرز کلاستر رو انتخاب میکنم. حالا پرفرنسی که اینجا دارید میتونید تنظیم بکنید و سکیوریتی اگر خواستید پسورد بدید کسی احیانا سوء استفاده نکنه از شبکتون و حالا مسائل دیگه که اینجا داره و از بحث این درس خارجه. اما یه نکته اینجا وجود داره که خیلی مهمه. شما الان اینجا به ازای هر کدوم از این دستگاه ها که دو تا دونه بیشتر نیستن 4 تا سی پی یو میبینید. 2 تا برای کامپرسور، 2 تا برای رندرینگ. باز اینجا 2 تا برای کامپرسور، 2 تا برای رندرینگ. چرا 4 تاست؟ علتش اینه که ما توی سیستم پرفرنسز اینجا هم کامپرسور رو تیک زدیم هم رندرینگ. یعنی در واقع 2 تا سی پی یو برای این سیستم جداگونه گذاشته و 2 تا برای این. اگر شما با کامپرسور رندر بکنید خب از سی پی یو ها برای کامپرسور استفاده میکنه، اگر مثلا با مایا رندر بکنید برای مایا. ولی 2 تاشون در آن واحد جوری دیده میشن که انگار بیکارن. یعنی مثلا من اگر الان با کامپرسور خروجی بگیرم 4 تا سی پی یو نشون میده که 2 تاش بیکاره. این موضوع مشکل سیستمی نیست، من فقط گفتم این نکته رو شما بدونید که احیانا گمراهتون نکنه. این فقط علتش اینه که ما اینجا 2 تا سرویس مختلف رندر شبکه رو فعال کردیم. خب شما وقتی کلاستر رو درست کردید، کنترلر رو انتخاب کردید، اپلای رو میزنید و از الان به بعد دیگه شما یک کلاستر دارید که میتونید ازش استفاده کنید. دلیلش هم اگه میخواییم دقیقا متوجه بشین که چطور این ایجاد شده و مطمئن بشید از ایجادش، این استوریجی که نشونتون میده NFS, King.local و الاخر.
نوشتن این خط نشون میده که شما کلاسترتون درست شده و درست ایجاد شده. خب تو قسمت بعدی ببینیم که چه استفاده میشه ازش کرد.